این قسمت دست نخورده دیوار بزرگ چین در دنیای پرسرعت و دیجیتال امروز به نظر جای مناسبی برای کسب و کار نمی آید. این روزها جوانان برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان در چین از چنین روستاهایی به شهرها می روند. 52% مردم چین کار برای اینترنت هستند. حدود 6000 وبسایت و شبکه اجتماعی در چین ممنوع و فیلتر شدند. ولی شبکه اجتماعی مانند ویچت که چینی است در ماه 650 میلیون کاربر فعال دارد. این برای بسیاری از چینی ها ویچت را به بستری مناسب برای کسب و کار تبدیل کرده. فنگ یودی یکی از میلیون ها کاربر ویچت در چین است و 20000 نفر صفحه او و شرکت نوپایش را دنبال می کنند. او به من می گوید بیشتر تبلیغاتشان روی شبکه ویچت است و 90% مشتریانشان از این طریق آنها را پیدا می کنند. با او قرار ملاقات می گذارم تا بیشتر درباره کارشان اطلاعات بگیرم. بعد از 3.5 ساعت رانندگی به محل ملاقاتمان میرسم. جایی در کوههای شمال پکن که به محل کسب درآمد برای یودی تبدیل شده. افراد زیادی به ماجراجویی در طبیعت علاقه دارن و بازار این کار گرمه. من خودم 8 سال پیش اینو سفرها رو شروع کردم و دلم میخواست این سرگرمی خودم رو به یک منبع درآمد تبدیل کنم. یودی دقیقاً همین کار کرد. او با کمک دوستش شی یومنگ که یک کوهنورد و ماجراجوی کار کشته است، یک آژانس مسافرتی ویژه تأسیس کرده. آنها به جوانان یاد می‌دهند که چگونه در دل طبیعت و بدون غذا و امکانات مدرن و شهری برای چند روزی دوام بیاورند و لذت ببرند. اولین گام برای دوام در طبیعت پیدا کردن چیزی برای خوردن است. این چیه؟ اسفناج کوهی. اوکی، یعنی اسفناج کوهی. اوکی. از کجا این رو بلدی؟ اگه بخوای تو طبیعت زندگی کنی، باید درباره گیاه‌ها، حیوانات و جغرافیای محل اطلاعات داشته باشی. ما حتی بعضی اوقات باید ستاره‌ها رو هم بخونیم. به راهمان ادامه می دهیم. جالب است که چگونه با کمک اینترنت این جوانان توانستند خود را برای حتی زمانی کوتاه از فضای مجازی و زندگی شهری دور کنند. تضادی جالب که در این سفر در جای جای جامعه چین شاهد آن بودم. من قبلا تو کار ساخت و ساز بودم. 7 سال پیش بعد از تماشای فیلم به دل طبیعت وحشی با خودم فکر کردم چرا من این کار رو تجربه نکنم. همین شد که وارد این کار شدم. این درخت جای خوبی برای خوابیدنه، ولی این شاخه اضافه است. با همه محدودیت‌های موجود، اینترنت به بخشی اساسی از زندگی روزمره و کسب و کار چینی‌ها تبدیل شده. حتی برای یودی و یومنگ که ماجراجویی در دل طبیعت شغلشان است، شبکه‌های اجتماعی به اندازه جای مناسب برای اتراق شبانه در جنگل مهم است. فرانک حمیدی، BBC، پکن.